وحوش خامنه‌ای خانه‌های مردم محروم دو روستای ایران شهر را بر سر ساکنان آنها تخریب کردند. درگیری کارگران امیدیه با ماموران سرکوبگر انتظامی. خرابی بود دیگه. شیماینه کاغذت. ماموران جنایتپیشه خامنه‌ای با یورش به روستاهای علی‌آباد و رسول‌آباد در شهر دراز ایران شهر خانه‌های مردم را بر سرشان خراب کردند. ماموران رژیم با گذاشتن اسلحه روی سر ساکنان این خانه‌ها آنها را مجبور به ترک خانه کرده و سپس با لودر آن را تخریب می‌کردند. برخی از این مردم به دلیل فقر و ناداری 15 سال طول کشیده تا خانه‌هایشان را تکمیل کنند. روز سه‌شنبه نیز وحوش خامنه‌ای در یک کان ویژه و مزدوران بسیجی در بحبوحی کرونا به تخریب خانه‌های منطقه فقیرنشین فلک‌الدین خرم‌آباد پرداختند. جوانان دلیر این منطقه با ماموران سرکوبگر درگیر شدند. بچه‌ها کارگران بومی شهر امیدیه با ماموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. این درگیری روز چهارشنبه 27 فروردین و هنگامی روی داد که کارگران با تجمع در مقابل یک شرکت جدید دولتی خواستار استخدام شدند، اما با یورش ماموران انتظامی روبرو شدند. نانوایان در شهرهای رشت، یزد و زنجان با برپایی تجمع‌های اعتراضی به وضعیت بد معیشتی اعتراض کردند. مردم مناطق مالوجه و قزلجکند قروه در استان کردستان مقابل فرمانداری و دادگستری رژیم و دفتر امام جمعه جنایتکار این شهر تجمع کردند و به افزایش سرسام‌آور قیمت پوکه معدنی و بیکار شدن حدود 2000 نفر که به این شغل مرتبط هستند تجمع کردند. راننده های کامیون تراکتور و لودر، پوکه فروشان و باربری ها از کار بیکار شدند.